دوستان میخوایم با هم بررسی یک تست از کنکور سراسری 98 که در رابطه با مقایسه بین پروکاریوت ها و یوکاریوت ها هست انجام بدیم. و اما حل تستمون، کدام گزینه عبارت زیر رو به طور مناسب کامل می کند؟ در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته متصل، جای خالی وجود دارد. گزینه یک، در جاندارانی که عامل اصلی انتقال صفات وراثت به غشای یاخته متصل است. بچه ها ببینید، اگه دقت بکنید گزینه یک و چهار با است اومده، بنابراین با هم دیگه مورد بررسی قرار میدیم. اگر منظورش عامل اصلی انتقال صفات وراثتی به غشای یاخته متصل است مد نظرشه، یعنی جاندار مورد نظر رو پروکاریوت داره در نظر میگیره. همینطور برای گزینه شماره 4 هم پروکاریوته. حالا میگه که انگار میگه که در پروکاریوت ها فقط پروتئین های هیستونی همراه با دنای آنها وجود دارد. خب این اصلا از پی غلطه، به خاطر اینکه ما در پروکاریوت ها چیزی به اسم هیستون نداریم. حالا گزینه 4 رو هم با هم بررسی بکنیم. در ساختار هر واحد تکرار شونده دنای آنها، هر واحد تکرار شونده آنها بچه چیه؟ نوکلئوتید هستش دیگه. خب پیوند فسفودیستر داخل هر نوکلئوتید وجود داره؟ نه دیگه، ما پیوند فسفودیستر رو حد فاصله بین نوکلئوتیدها داریم. پس 4 رفت، 1 رفت. میبینی بچه ها، این در واقع مقایسه بین پروکاریوت و یوکاریوت هستش. حالا بریم سراغ نیستا. عامل اصلی انتقال صفات وراثتی اگر به غشای یاخته متصل نیست، خب مد نظرش یوکاریوت ها هستن دیگه واسه جفتش. فقط یک جایگاه آغاز همان‌سازی در دنای آنها وجود داره. ما اصلا برای پروکاریوت ها اینو قبولش نکردیم، چه برسه برای یوکاریوت ها. پس اینم ردش میکنیم. حالا گزینه شماره 3 میگه نیست، یعنی یوکاریوت جان داره در دو انتهای هر یک از رشته های این عامل. خب عامل اصلی چیه در یوکاریوت ها؟ دنای هسته هست. میدونید که دنای هسته خطیه. اگه خطی باشه دو انتهای آزاد داره. در یک انتها گروه فسفات قرار میگیره، در انتهای دیگه گروه OH قرار میگیره. ترکیبات متفاوته؟ بله ترکیبات متفاوت هستش. پس انتخابمون میشه گزینه شماره 3. بچه دیدید که این تست ما در رابطه با مقایسه پروکاریوت و یوکاریوت بودش.